این تگ H2 رو نگاه کنید. می نوشتیم نگاه کنید. H2 یا نوشته پوزیشن ریلیتیو اینا، یه تگ P دارید، یه دایو کلاس از نوع چی شده رید کلاسش. کلاسش نوع چیه؟ ریلیتیو هستش. ببین من عددش کم و زیاد کنم درکش می کنمش، بذار من یک زیر اینم یه چیزی بذارم. شما درکش کنید. چرا کامل کپیش نکن؟ خب ببینید من یک برای درک رفتش رو کمی کمی مثال خوبی نزده باشم. ببینید تاب یه دو تا بذارم از اینا، این نشد بذار خودم بنویسم. با این مثال نتونستم توضیح بدم، اینی که میخوام نمیشه این و خودم بنویسم. بذارید یه دونه بیارم براتون. یکیشو بکشیم یک کمی جلوته، اینو بیارم اینجا براتون بنویسم. خودم یه تست فایل درست میکنم، نیو HTML create، کمی این قسمت این ریتیو ها. ببینید بزن اینجا یه شکلش رو بکشم برای درکش بود بعد توضیح بدم. شما ببینید یه سی عناصر تو صفحه دارید دیگه، این ستاره یک رو میبینید، این ستاره دو. اگه پوزیشن این ستاره دو رو ریتیو کنید، این از این قبل باشه دیگه، بهش بگید سی تا برو مثلا به چپ از این میبینه، نگاه کنید میگه سی تا از این موقعیت میبینه مثلا به سمت راست. یعنی موقعیت این ستاره نسبت به کی مشخص میشه؟ نسبت به ستاره قبلی. یا مثلا بهش بگید این فاصله از تاپ، نه از کل صفحه ها، دقت کنید از کل صفحه میشه ابسولوت، از کل صفحه میشه چی؟ ابسولوت. تو میگی نسبت ریلیتیوش رو میذاری میگی سی تا از فاصله بالا فاصله، نه که از این سی، این سی تا که میگی تو ریلیتیو، این ستاره یعنی از این ستاره سی تا فاصله داشته باشه، نه از کل صفحه. استاتیک حالت معمولیه، وقتی می نویسیم استاتیک حالت من میمونه ریلیتیو. ریلیتیو یعنی نسبت، مثلا الان بگی این هم نسبت مثلا به این 20 تا فاصله ریلیتیو داشته باشه، میاد این مثلا ستاره یک، ستاره دو، ستاره سه من میاد فاصله 20 تاش از چی تنظیم میشه؟ از ستاره بالایی خودش. یعنی موقعیت های ما در صفحه نسبت به عناصری که در بغلمون هست. من میگم از احسان 20 تا این بر باشی تو، من از احسان 20 تا این بر میام، میشه ریلیتیو. استاتیک اینا دیگه نیست. بس چهار تا حالت داشتیم، چهار حالت چی هستن؟ استاتیک، دیفالت، مثلا متن رنگ هستن، میمونه ریلیتیو، فیکس و ابسولوت. فیکس که جلسه قبل خوندیم، فیکس گفتیم یک عکسی رو یه جای فیکس میکنی دیگه اصلا به موقعیت صفحه تو کاری نداره، همونجا چی میشه؟ ثابت مونده. یه عکسی رو دیدید جلسه قبل فیکسش کردن که شما این جلسه راحت باشم گفتنش، فیکسش کردن دیدید جلسه رو بالا پایین میکردن، کاری به موقعیت صفحه شما نداشت، کلا ثابت مونده. ریتیو نسبت به عنصر قبلی خودم داره سایز رو تنظیم میکنم، میگم 20 تا بوده که گفتم از بالا 20 تا داشته باشه، اومد عنصر بالایی و 20 تا از اون اومد پایین. درسته؟ من مثلا اگه صفر کنم نگاه کن اینو تو این مثال، اگه کافی باش درک کرده باشه دیگه، ببینید اینو من صفر بزنم تاپشو چی میشه؟ یعنی دقیقاً از این ارمان بالای صفر تا چی داره الان؟ این ببینید اینجاست، خطش داره، خط داره دور خودش، فقط همینه. یا شما بهش میگید 10 تا رو کنید از این بالا رانش نکرد، از این بالای 10 تا فاز رو بزنید میاد. CSS cozy
خب ببینید، مثلا ما میگیم از این 30 تا تو فاصله بگی، کنترل اس اف 12. ببین چون من نمی کنم سی تا ازش میگم فاصله رو. الان از این عنصر چند فاصله گرفت؟ سی تا. الان بهش میگم مثلا صفر تا فاصله بگیر. نگاه کن نسبت به این عنصر نگاه کنید، از این عنصر بالای چند فاصله میگیره؟ صفر تا. خب اگر من اینو ریلیتیوش عوض کنم، اینو بذارم ابسولوت، بهش بگم مثلا 10 تا. موقعیت از کجا آمد؟ از کجا؟ از خود صفحه. ببین خیلی آسونه نه، فقط یک کمی میدونید یک کمی باید کار کن. ابسولوت موقعیت شما از خود مختصات صفحه است. ریلیتیو نسبت به عنصر گبری خودش، مثلا میگم 10 تا ریلیتیو باشه نسبت به موقعیت گبری خودش میشه. خب یه سوالی دارم، اگر من اگه زیاد با یه سری حرفا پرش کنم، مثلا بزنیم احسان نیکپس، میتونی اصلا چی میاره؟ نترس نترس بابا، با تو کسی کار نداره. خب یه اصلا ترسی دارد جا یه اصلا رو برد کنترس. خب میبینید من سوال همینه، الان اینو میبینید دایو ارمان هز پوزیشن ریتیف، این صفحه رو من بالا پایین کنم چی شد؟ گیب شد دیگه. اینو نگاه کن، این چی شد؟ گیب شد. اگه اینو فیکس کنم چه اتفاق میفته؟ فیکست بگید ببینید الان. خب مثلا اپ سرود تابشو بکنم مثلا این نیست. کجا هست؟ گفتم بره تو موقعیت 1500 صفحه، رفته اون پایینه. تا شدی؟ دیگه نه متوجه نشید دیگه، من نمیتونم نحوه فکر کردنم بهتون یاد بدم دیگه، تا اینجا زورم میرسید دیگه، آسان‌تر از این نمیشین رو گفت. خب این از این بس پوزیشن رو هم خوندیم. خب اینا ببینید، اینا که داره اینجا یه سری مثال هایی که زده، من بیشتر مربوط به overflow floating صفحه ها هستش. این زیاد در حدی که شما دارید میخونید زیاد به نیازتون نیستش. فعلا تا همینقدر از CSS یاد بگیرید واسه من، واسه این دوره آموزشی کفایت میکنه. گفتم شما با یک جلسه و نیم نمیتونید CSS یاد بگیرید. CSS من کسی هست من خودم به من بگن CSS بلدی، میگم نه، تو خیلی بحث گسترده ایه. شما بعد خودش آسونه ها، اینا رو باید با هم ترکیب کنید. بعد مثلا بعضی شرکت های برید تو مثلا ایزی ایران یا داده پردازی، ما خب خودم مدیر پروژه تو پروژه میگیریم مینویسیم. مثلا یه سری خانوم ها هستن کارشون فقط HTML فایل و CSS، مثلا از بطرهای سایت فقط از طرح کارشون HTML و CSS، این فقط CSS کار میکنه، کارش اینه که CSS کار کنه، کارش تو شرکت نیفر CSS کار میکنه. یه ما میخوام ببینید چقدر مگوره بزرگی هستش این بحثا. شما باید خودتون برید برگشت رو چکار کنید. هر کسی خواست بیاد آموزش کور سی اس اس و فایلش رو بهش بدن، فارسی هم هستش، خودونه 30 جلسه هستش، بره باشه اینا رو چکار کنه به صورت فارسی آموزش داده. ما در این دوره بیشتر از یک جلسه نمیدیم بهش، من چون جلسه قبل هم نتونستم بهش برسم بیشتر، الان یک کمی تونید جلسه توضیح دادم. خودتون ببرید اینا رو چکار کنید نگاه کنید. اما همینی که من گفتم شما بدونید تعریف CSS به چه شکلیه، مثلا این لاین داریم، اینترنال داریم، اکسترنال داریم، تک چیه، آیدی چیه، کلاس چیه،
یا مثلا پوزیشنات مفهومی داره واسه من کفایت میکنه تو این دوره. شما میتونید با همین هم سایت بنویسید. خب میریم بحث زیبای چی رو شروع میکنیم. جاوا اسکریپت چند نفر تو دانشگاه جاوا اسکریپت خونده؟ هیچ کس؟ هیچ کدومتون جاوا اسکریپت یعنی اولین بار جاوا اسکریپت به گوشتون میخوره؟ همه تون؟ نه جاوا نه جاوا اسکریپت. چی؟ نه واسه طراحی صفحات وب. میدونم جاوا اسکریپت خب یه زبانه واسه طراحی صفحات وب. نه ببین پی اچ پی و ای اس پی و اینا. ببین ما الان مثلا میخوایم 5 تا چی بخونیم؟ اچ تی ام ال و سی اس اس و جاوا اسکریپت و جی کوئری و بوت استرپ. 5 تا اسی که نه بند این 5 اسی که ما در میخونیم چه در پی اچ پی چه در ای اس پی چه در جاوا همش یکیه. این قیافی سایته میدونید؟ اینا که ما داریم هم دیزاین سایته. دیزاین سایت اصلا مربوط به زبان برنامه نویسی سرور سایت نیست، پی اچ پی. بعد مثلا بعدش ما چی میخونیم؟ بعد این 5.3 میگیم ما از زبانهای سرور سایت داریم چی رو میخونیم؟ ASP.NET رو میخونیم. اما این 5.3 اینه کوره تا همشون هستش. خب ببینیم این همه میگیم جاواسکریپت، جاواسکریپت چی هستش؟ خب ببینید جاواسکریپت زبان کلاینت سایده. جاواسکریپت زبان چیه؟ کلاینت سایده. ما بیشتر از جیکوئری الان استفاده میکنیم. شرکت گوگل اومده جاوا اسکریپت رو آسون کرده، یه لایبرری نوشته تحت عنوان چی؟ جیکوئری. یا مثل آنگولار جی اس. این همشون چی هستن؟ فریم ورک هایی هستن که واسه جاوا اسکریپت نوشته شده، آسونش کردن. خب بریم جاوا اسکریپت. خب ببینید من یه مثالی از جاوا اسکریپت بهتون بگم. شما فکر کنید همین عکس رو، همین ببینید روش کلیک میکنم پایین یه چیزی برای من نوشت. این با اون حالتی که ما میخوام در آینده بخونیم یه کلید رو بزنیم پست بشه بگه طرف سرور پردازش بشه بیاد خیلی فرق میکنه. من همین کلید رو که میزنم این در سمت چیه اجرا میشه؟ کلاینت اجرا میشه. بعد جاوا اسکریپت یک زبان چیه؟ کلاینت سایت هستش، در سطح کلاینت اجرا میشه. خب بذار من یه مثالشو بهتون نشون بدم. یه صفحه یه HTML کریتش میکنه. یک خب ببینین جاوا اسکریپت چجوری هستش. این هم میتونید به سه نوع تعریفش کنید. دوباره اکسترنال داریم، اینترنال داریم، اینلاین هم داریم. اینجا اومده از کدوم متدش استفاده کرده؟ از روش اینلاینش. نگاه کنید نوشته روی باتن، یک کلید باتن رو نوشته، یه تگ HTML دیگه. تگ باتن یه دون تگ HTML هستش. خب بذار این من توی HTML بهتون تگای فرمو که نگفتم. بذار اینو برگردم بهتون اشاره کنم، بیام اینو توضیح بدم. ببینید من برمیگردم تو آموزش HTML تو قسمت فرمش. نگاه کنید زبان HTML اولها که به وجود اومده بود یه زبان غیر اینتراکتیو بود، یعنی تعاملی نبود. فقط یه نوشته رو میذاشتیم روش، توی سایت اینو برای ما چیکار میکرد؟ یه سری مطالب رو برامون نمایش میداد. درسته؟ اینتراکتیو یعنی چی؟ اینتراکتیو یعنی من بتونم با اون سایت تعامل داشته باشم، یه داده رو بدم مثلا یه کلید رو بزنم بره یه کارهایی رو بکنه یه جوابی برای من چیکار کنه برگردونه. اومدم به صفحات HTML ما یه سری تگ های اضافه کردم که بتونن سایت چی بشه؟ اینتراکتیو بشه. مهمترین تگی که در بحث اینتراکتیو استفاده میشه تگ چیه؟ فرمه. تگ فرم هستش. نگاه کنید ما میایم یه تگ فرم میذاریم، این تگ فرم رو چیکار میکنیم؟ میبندیم. نگاه کنید
من میام مثلا برای اینکه شما ببینید اینا چی هستن، یه صفحه توی تیگه ویور ایجاد میکنم، HTML create control A control. خب نگاه کنیم قسمت من در فرم یه توضیحاتی بدم. ممنونم، سلامت باشی. فرم جمع کنه بفرسته به صفحه سرور سایت، دو تا متد داره، یه دو تا روش داره، یکی گت یا زد. همون سرعت نیست زیاد یا دو تا میمونه. زد سرعتش زیاده، زیاد امنیتش کم. یکی هم چیه؟ پست امنیتش زیاد اما سرعتش که نسبت به گت کمتر است. ما در استفاده یا ببینید شما اونایی که نتورک خونده است ممکنه اونایی که نتورک خونده است نخونه این حرف اینا رو درک نمی‌کنه. گت کانکشن لس پست کانکشن اورینتد. من برای اینکه عملیات پست انجام بشه بین کلاینت و سرور حتما باید کانکشن ایجاد بشه. اما واسه گت بین کلاینت و سرور کانکشن لازم نیست ایجاد بشه. وقتی از پست استفاده می‌کنید پارامترهایی که ارسال میشه پشت علامت سوال رو می نویسه. گوگل جستجو کردید؟ به چی؟ گوگل. ببین گوگل خودش یه صفحه چیه؟ متدش گته. نگاه کنید من میام مثلا تو گوگل میزنید مثلا مثلا یه حرفی. نگاه کنید مثلا مثلا زواد رو جستجو کنید. مثلا زواد زنگی رو جستجو کنید. خب نگاه کنید اینجا ببینید جلوش ببینید اینجا نوشته، نگاه کنید نوشته علامت سوال، پارامترها رو نوشته، اینجا جوادم نوشت، جهانگیرم نوشت بالاش. اگر من میکنم اینو جهان جواد جهان میزن جواد نیک پس مثلا چیکار جستجو میکنه؟ ببینید یعنی این امنیت نداره، میشه این بالا رو چیکار کرد خودت بردم هرده بردنیم بابا از یه شیط بود ها؟ ها؟ ببین؟ خب نگاه کنید این خودش بدنش میخواه میگه برو بکن بره شینه بخرم. آقا پولیسانس یک سال پیش گرفتن الان ببین یه سال گذشته از روش یک سال پیش گرفتم من یه سال تا یه سال سایگردش داره میرسه نبودن نیست. خب ببینید من خواستم بگم که گت و پست رو درک کنی، نگاه کنی گت هر چیزی که جستجو میکنم جورش چیکار میکنه خودش. ببینید تگ فرم نگاه کنید، اینو از سورسش رو بیارم بهتون نگاه کنید، نیو پیج سورس نگاه کنید. خب یکی امنیت گذاشته روش بتونیم کنترل اف، اما حتما یه فرم رو داره. نگاه کنید یه مقدار امنیت ایناش خیلی کد میکنه اطلاعاتو که نتونیم ببینیم. یک صفحه گوگل چقدر اطلاعات هست اما مهمش اگه بگردی توش این یه فرمه، این تگ اینجاش چیه؟ خودش یه فرمه، مثل یه فرم گذاشت اطلاعاتو میگیره میفرسته به سرور گوگل. پس دوباره میگم ما واسه ارسال اطلاعات از صفحات وب در زبان کلاینت در طرف کلاینت به طرف سرور یک تگی داریم به نام فرم. این تگ فرم باعث میشه صفحات وب ما چی باشه؟ اینتراکتیو باشه، یعنی تعاملی باشه. به دو تا متد میتونیم اطلاعات بگیریم بفرستیم، یکیش گت سرعتش زیاده امنیتش کمه، دیدید دیگه همه چیز رو مینوشت. اما در متد پست نمینویسه، در متد پست جورش اطلاعات رو نمی‌نویسه. مثلا مثلا ببینید متد پست مثلا مثال بزنه، نگاه کن این متدش مثلا پست بازه میده چیزی نوشت نوشت دیگه متدش خود صفحه چیزی گته. این ببینید اکشنش چی بود؟ اکشن ننوشته اصلا گته.
اما اگه مثلا میگم تو میبینی تو ASP.NET که کار میکنه متدش چی میشه؟ پست میشه. وقتی میفرسته دیگه جلوی اون صفحه شما اطلاعات رو دوباره جلوش نمینویسه. دقیق اینم اینه که شما فکر کنید چرا بوگه نیومده مثلا اینو پستش کنه، دیوونه بوده؟ نظر چرا پستش نکرده گوگل؟ چی؟ بحث چی رو میخواست؟ گوگل میخواد در جستجوزا سرعت زیاد بشه. یکی بحث سرعتشه، یکی هم بحث کانکشنشه. گفتیم گت به سرعت چیز رو کار میکنه؟ کانکشن رسه دیگه، نیازی بین من و سرور کانکشن ایجاد نمیکنه. اما پست چی کار میکنه؟ شما فکر کنید این همه جستجو که داره تو گوگل میشه روش کانکشن ایجاد میکرد. هر کانکشن چی میخواست؟ و سیشن میخواست. نکن به ازای هر کانکشن در طرف سرور باید چی ایجاد میشد؟ سیشن ایجاد میشد. هر سیشن چی میخواد؟ سی پیو میخواد، رم میخواد. ببخشید این همه کانکشن اگر به طرف سرورهای گوگل میرفت و گوگل میخواست براشون کانکشن ایجاد کنه، سی پیو رم بده، اون سرورها یک اتفاق بدی براشون میافتاد. به ترکی می نمیشه تو کراسکوپ یک اتفاق بدی براشون میافتاد. سیوز چیه؟ وقتی توی ممبر رفته تو رو توی یکی از ممبرهای اینا پیدا کرده. خب ببینید کاری باید نداریم، ما الان اینجا فرم تگ فرم رو میبینیم. من اینو پاک میکنم من که درکش راحت تر بشه براتون. یه تگ فرم با یه تگ فرم باز میشه، با یه تگ فرم چی میشه؟ بسته میشه. دو تا حالت دارید، یکی متده، ببینیم نمیسن متد مصابه نوشته چیه؟ get و post. من نسب بس من خب مثلا ببینید get یا post. خب مثلا فرق نمی کنه. بعد action. action یعنی چیه؟ یعنی اینو بفرسته تو طرف سرور به کدوم صفحه. مثلا من میگم بفرست به سایت مثلا فلان، صفحه فلان، یا به فلان IP فلان پیجم، یا ممکنه اینا تو یه سایتی هستن تو یه هاستی، مثلا بفرست به صفحه مثلا تست مثلا PHP، یا مثلا بفرست به تو فلان IP مثلا توی IP 70 مثلا 3016 مثلا 90 بفرست مثلا توی سایت مثلا تست بفرست به صفحه تست PHP، یا مثلا بفرست به سازمان سنجش مثلا دبی مثلا abc.com. این گده گفتم حسن ایران چی بهت بخوندم فکر کنم شایه هست درسته؟ شایه هستش؟ نه بابا این گده من تو کلاس بینوه گفتم حسن ایران چی .com بینوه به ایزد من نام پیوست بینم. خب بچه نگاه کنی بس ما یه متد داریم یه اکشن داریم. متد چی شد؟ متد یا گت یا پسته. اکشن چیه؟ اکشن صفحه سرور سایتی که باید بگیری اینو چیکار کنه؟ پردازش کنه. ممکنه این صفحه PHP باشه، ممکنه GSP باشه، این صفحه ممکنه چی باشه؟ ASP باشه، ASPX باشه، فرق نمی کنه، همه اینا رو میتونه باشه صفحه سرور. ما در این سایتی که میخونیم اکثرا متدامون پست میشه و URLمون مثلا میشه صفحه چی؟ ASPX. خب بعد این اما من اینو نگاه کنم توش هیچ چی نیست. نگاه کنم یه صفحه رو باز کنم می‌نویسم مثلا example form. نگاه کنم هیچ چی نداره، یه صفحه خالیه. ببین هیچ چی نیست، چون پاک کردم توی فرمو. یه فرم هست دار سوسش نگاه کنی ببینید هیچ چی نیست، چون توش المان نذاشتم هیچ چی رو داره نشون نمیده. خب الان میخوام تو تگ فرمم بیام مثلا یه دونه لیبل بذارم، یه نوشته بذارم تو تگ فرمم. نگاه کنید مینویسید سر از این اگزمپل های خود دبیس. من چرا دبیس اسکو زیاد استفاده میکنم؟ عادت کنید به استفاده کردنش. ببینید HTML این یه دایره المعارفه. ببینید مثلا فرم میخوام یه لیبل اینو بنویسم، فیست نیم بنویسیم اینو. ببینید میاد می نویسید اینجا یه تب
خب این ننوشته است، به لیبل با استفاده کنید. می‌نویسید لیبل تگو می‌بندید، مثلا می‌نویسید نام دو نکته کنترلس، من F12 می‌زنم. خب اینجا چی نوشت؟ نام. خب الان می‌خوام یه کلید چی بذارم؟ اینپوت باتن رو بذارم، یعنی اینو توش رو اینجا بذارم. نگاه کنم میام اینپوت، یه تگ اینپوت میذارم، میام اینجا می‌نویسم اینپوت. خب اینجا هم مثلا وری اصلا نمی‌خوام، می‌خوام وری رو شما بزنید. میام کنترل اس F12. ببینید جای نام چی بنویش؟ یه دونه تکست باکس بذارش. خب که شما میتونید یه چیزی رو بنویسید، اگه کلیک می‌ذارید میفرسته طرف چی؟ سرور. خب این از این. بعد به این نیمش واسه ما مهمه. ما در طرف سرور با استفاده از این پارامتر نیم متغیرمون رو پیدا میکنیم. یه نگاه کنید. مثلا من اگر که بگم که پست، مثلا اینو گت کنم ببینید چه اتفاقی میفته. میگم گت کن. خب ببینید. اینجا مینویسم کنترل اس F12. خب ببین مثلا کلید سابمیتش هم بذارم. شما بذارید کلید بذارم براش. اطلاعات بفرسته. واسه فرستادنم یه این نگاه کنید اینپوتشو، اینا خیلی مهمه. اینپوتو بزنید تایپشو جلوش وایسید، انواع حالت ها داره. تکست بود که چی میشد؟ تکست باکس میشد. اگه کلید ببینید اینا بزنم چی؟ ساب میت. کلید ساب میتش میکنه. خب بزنید مثلا یه دونه میخوام بذارم واسه ریست. نگاه کنید ریست کنترست افتازه. اینجا مینویسم فران ریست رو میزنم چیم دوتاشم ورگاهشون ساب میبذاریم ریست کنم که ریست کنترست. ببینید اگر ریست رو بزنم اینجا یه چیزی بنویسم، ریست رو بزنم چی میشه؟ خالی میشه. ببینید اینجا میام یه سری حرفا مینویسم، ریست رو میزنم خالی میکنه. من میام یه سری حرفا مینویسم، مثلا مینویسم نیم جواد، میزنم سابمیت. ببینید الان خب اینجا نتونست نشون بده این کجا بود. اگزمپل فرم رو بذار من پیدا کنم. مثلا مینویسم رو کار هاست اند سایتمون چی بود؟ احسان سایت اسمش چی بود؟ اگزم اسم صفحه‌مون چی بود؟ آسونش کنیم دیگه. کو می‌بینید اگزمپل رو؟ اف تو می‌نویسم مثلا اف 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 چه آسون می‌ذاریم. اف 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 مثلا ست اف 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 نکنیم fff.html. خب ببینید الان این فونت رو درستشون نداد چون من یونیکودشون نذاشتم، زبان یونیکود html نذاشتم. خب ببینید زبان نوشتم زبان سابیت رو بزنم. نگاه کنید بالا چی نوشت احسان بفرست، یه علامت سوال گذاشت جلوش چی نوشته؟ فریس نه مساویتی بشه، این اسم متغیره میشه، این جواد چی میشه؟ مقدارش. گفتم متد گت بذارید جلوش چیکار میکنه؟ علامت سوال میزه. این چی؟ این اکشنمونه. نگاه کن این اکشنمونه. نگاه کن این صفحه چی ما بود؟ اکشن ما بود. خب الان من همین کارو بکنم، این متد چی بزنم؟ پست همون صفحه است دیگه. کنترل اس اینا رو ببین دیگه اینطوری نمینویسه، اینو نمیبینه. نگاه کن یه F5 میکنم ریفرش بشه، مینویسم جواد ساب میتونم. چیزی نوشت جلوی تست دات اس بی ایکس؟ نه، چون متدش شد پست شد. خب پس ما یاد گرفتیم هر تگ فرم دو تا متد پست و گت داره، اکشن صفحه‌ای که اطلاع بهش حساب میشه. بخوایم یه نوشته بذاریم از ریبر استفاده میکنیم، اگه بخوایم یه تکستی رو بذاریم اینپوتش رو تایپش رو تکست میکنیم، اینجا چی مینویسیم؟ اون وریوی که میخوام مقدار بهش بذاریم یعنی اسمش رو مینویسیم. هر فرمی هم دوتا کلید باید داشته باشه، سابمیت یا همون سنده. نگاه کنم ساده بهتون این چیکار میکنه،
اطلاعات رو میگیره سند میکنه اون صفحه اکشن، یکیش هم چیه؟ ریسته. ریسته هم اطلاعات تکست باکس داره چیکار میکنه؟ پاک میکنه. شما الان مثلا میخوای میتونید دوتا بذارید، این رو کنترل اس کنید، کنترل وی. مثلا این اولیه میشه نیم، این دومی میشه فیس نیم. مثلا نام اینا بده نام نگاه کنم، این نامی نام خواهد بخواه بیفته خط پایین هم اینجا اینو باید تگسی بذارید ها؟ آفنی تگه بیا باید بسید کنترس به نام داریم، به نام خانوادگی. مثلا من بنویسم جواد جهانگیر، نگاه کنید اگر متدم پست باشه اینجا هیچی نمی نویسه، اما متدم گت باشه تو بهش کار میکنه نه رو می نویسه. خب بس این بحث فرممون شد. فرم باعث پیش سبب خلاصه بگم، در فرم فقط اینا باید یادتون بمونه، من درس میدم بعد خلاصه هاشو میگم. سامورایزیشن فرم باعث پیش صفحتون چی باشه؟ اینتراکتیو باشه، اطلاعات از کاربر میگیره میفرسته به صفحه سرور سایتی. دو متد داره، یا گت یا پست. گت سریعتر، امنیتش کمتره، پست کمتره نسبت به گت، اما چی امنیتش بیشتره. گت کانکشن رسه، پست کانکشن اورینتده. اکشن چه بود؟ صفحه که باید اطلاعات ما رو بگیر اونجا چیکار کنه؟ پردازش کنه. اگه بخوام فید بنویسیم ریبر میذاریم، تکست باکس بذاریم، اینپوت تایپش رو چی میذاریم؟ تکست. اگه بخوام کلید سابمیت بذاریم بنویسیم، اینپوت تایپش مثلا چی باشه؟ سابمیت. اینپوت تایپش ریست. این کنترل های مهمه، رادیو باتن دارید، نمیدونم چک باکس دارید، همشون هستش. ببینید شما میتونید از المان های فرم نگاه کنید، چک باکس هم داریم، رادیو باتن هم داریم. خودتون برید اون قسمت فرم هست توی WSS کو، خودتون برگشت چکار کنید؟ مطالعه کنید. باز بخواید بیایید فایل های آموزش HTML رو بهتون بدم. خود 30 جلسه یک ساعت آموزش چی هستش؟ HTML هستش، فارسی هم هستش. بیاید بزنید خودتون 30 جلسه رو نگاه کنید، فارسی نه چیکار کرده خودش توضیح داده. خب بحث این سایت دبلیو اس کو که 20ه، یعنی ببینید اصلا ما شما هر چیزی که در دبلیو اس کو یه استاندارده دیگه، دبلیو 3 سی که من دارم میزنم، اون دبلیو سی که میزنم اسکو، دبلیو 3 تا دبلیو دیگه، دبلیو 3. ببینید من سایتی که میزنم نگاه کنید، این W3SQ که میزنم W3، یعنی 3 تا W. این استاندارد جوانی چیه؟ وبه. هر چیزی که در این باشه استاندارد، یعنی چیزی در این نباشه ما نمیتونیم تو وب استفاده کنیم. بهترین منبع هست، بهترین اینفرنسه. من فکر نکنم سایتی هم بندازیم بتونه مفید با آدم چیزی رو آموزش بده، همین نگاه کنید کافیه. خلاصه مفید نوشته، زیاد ننوشته که آدم رو گیج کنه، خلاصه مفید با اگزمپل، خودش هم تایپ به تایپ داره چون رو میگه. خب ما از کجا اومدیم به این رسیدیم؟ من داشتم جاوا اسکریپت بهتون میگفتم، مجبور شدم برگردم به تگ فرم به خاطر اینکه نگاه کنید اینجا اومده بود یک باتن گذاشته بود، به باتن چی داده بود؟ تایپ باتن داده بود. ببینید این حالتی که از جاوا اسکریپت استفاده کرده و میگن این لاینش، ببینید اومده کد جاوا اسکریپت رو در داخل تگ چی نوشته؟ HTML نوشته که روش افتواز نکنید. الان ببین این کدی که من دارم کلیک میکنم با اون سابمیت متفاوته ها، روی سابمیت کلیک میکنم چیکار میکرد؟ اطلاعات رو جمع میکرد میفرستاد طرف سروری، اتفاقی میافتاد. اما وقتی من روی این کلیک میکنم، این در طرف کلاینت اجرا میشه دیگه، اطلاع به جای ارسال نمیشه. از یه زبانیه که روی بروزر کار میکنه، جاوا اسکریپت زبانیه که روی بروزر کار میکنه. 99.9% هک هایی که در وب انجام میشه با جاوا اسکریپت. چرا؟
اصلا یه باگه ها واقعا، چون کد و مستقیما طرف کجا چیکار میکنه؟ کرین میخوام من یه کد بهتون بدم، کافی بذارید تو صفحه وبتون، کسی صفحه وبتون رو باز کرد هاردش رو فرمت کنه، هارد جف دیسک کنه، کد هست بذارید، خواهد ببینه قدرت جاوا اسکریپت رو، دلتون تنگه بزن سایت پنتاگون، فیلی تو اسمت راگی نشته با پسورد نشته با بزن هارد تو گفت میکنه از وب، چطوری گفت میکنه؟ با کدای جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت رو بریم شروع کنیم. چه سنه بچه ها؟ دن وقت وقت خواهی کمی گفتم حسرتون باز بشه. خب اونا رو میخونیم مثلا این نگاه این حالت این نگاه جاوا اسکریپت رو کامل میخونیم. این آخه WCS رو پسر خوب این اکس را چی میذاری؟ اکس را میخزن و فردا میگن جهانگیری تو که باز اکس مبتره نشون میده. خب الان ببینید بذارید از خب اینجا داره توضیح میده که جاوا اسکریپت کلاینت ساید اجرا میشه، با این کاری ندارم. الان من میگم اصل کار اینجاست. ببینید میگه کد های جاوا اسکریپت در داخل دو تا تگ چی نوشته میشه؟ اسکریپت. تو سی اس اس داخل چی نوشته میشد؟ استایل. همین ببین مثلا ببین من این کد رو میذارم، یه صفحه ببین HTML داریم، یه تگ بادی داریم، اومده تو این قسمت یه اسکریپتی رو گذاشته، درسته؟ تو این اسکریپت چی گفته؟ نگاه کن این کد، این تو کد رو بهتون توضیح بدم. این یکی از کدهای خیلی مهمه. پاک کنم. خب، کنترل. نگاه کنید. نوشته یه تگ این اینو بگو ببینم احسان یعنی چی میشه؟ تگ پی آی دی دمو. آیدی داده دیگه به این ارمان. اگه تو صفحه بخواد جستجو کنه باید دنبال چی بگرده؟ ما بخوایم تو صفحه HTML دنبال یه چیزی بگردیم با تگ آیدی دنبالش میگردیم. یعنی این تگ پی آیدیش چی شده؟ دمو. خب اونجا چی نوشته؟ ببین کد جاوا اسکریپت چطوری نوشته میشه؟ با یه تگ اسکریپت باز، با یه تگ اسکریپت چی میشه؟ بسته میشه. ببینید نوشته document.getElementBy ID، یعنی پیدا کن المنتی رو در صفحه که آیدیش چیه؟ دمو. این کی میشه؟ میگه اینو پیدا میکنه، میگه برو تو صفحه المانی رو پیدا کن با آیدی که دموه. بعد میگه چیکار کن؟ این یه HTML، یعنی توش بنویس. این یه HTML یعنی اینجا نگاه، این یه HTML کجا؟ اینو میگن این یه HTML. نگاه اینجا یعنی چی؟ این یه HTML. میگه در داخل این HTMLش بنویس چی؟ من اجراش کنم چه شکلی میشه؟ میگه این تگ پی رو توش می‌نویسه چی؟ مای فری سرویس. در حالی که اگه این کد رو نمی‌نوشتم هیچ چی توش نمی‌نوشت. ببینید من این کد رو پاک میکنم، کنترل ایکس کنترل اس هیچ چی نمی‌نویسه، چون تگ پی توش چیه؟ خالیه. خب اما این کد باعث میشه که وقتی صفحه وب داره باز میشه اجرا میشه این کد، میره تو صفحه فلان چیز رو پیدا میکنه. یا مثلا بعضی وقتا مواظب باشید، مثلا مینویسه فور بی نهایت، میگه نیو پیج، چیکار میکنه؟ کافی اون سایت رو باز کنه، یک میلیون تا برای صفحه باز میکنه این تو صفحه. مواظب باش نه از این. بحث خب این یه مثالی بود که نشون بده اسکریپت های جاوا اسکریپت در داخل تگ چی اجرا میشن؟ اسکریپت اجرا میشن. این حالت چی بود؟ این حالت اگه بهش اسم بدیم این کدوم حالت بود؟ این نگاه اینه شو که اون بود که تو ارمانه مینه خود تگ مینوشت. این حالت اینترنالشه، نگاه کن در داخل کد HTML نوشته میشه. خب بریم یه حالتی رو که در داخل خب نگاه کنید، یه نکته بهتون بگم. اگر شما کد جاوا اسکریپت در تگ هید بذارید قبل از اینکه صفحه باز بشه چی میشه؟ رود اجرا میشه، درسته؟ اگر صفحتون خیلی تگ جاوا اسکریپت داره اینا رو بیارید تو تگ بادی بذارید که اول صفحه رود بشه بعد اینا اجرا بشن، چون اگه بذارید تو تگ هید یه کمی رود صفحتون چی میشه؟ کند میشه، چون میخواید اجرا کنه بعد صفحه رو باز کنه. اگر خیلی زیاد تگ جاوا اسکریپت دارید یا توش کد زیادی هست
میارید بذارید تو بدنه بادی سایتتون، تو هید صفحه نذارید. در همینه رو توضیح میده اینجا. حالت بعدی حالت چیه؟ اکسترنالش. ببینید من خواهم این رو بهتون نشون بدم، یه صفحه درست میکنم، میام توی سایت خودم، بذار اینجا فایل نیو کوید ذات جاوازکیپ میبینید بچه ها جاوازکیپ کریت. ببین یه دونه فانکشن تعریف کردم به نام ماین فانکشن، توش گفتم برو تو صفحه بگرد المانی که دموه بنویس پاراگراف چنج. خب اسم اینم میذارم مای، اسمشو گفته چی بذارید؟ مای اسکریپت جی اس. اسمشو میذارم مای اسکریپت جی اس. حالا داده سی نوشته مستر دات سی اس اس، اینم اسمشو گذاشتم چی؟ مای اسکریپت جی اس. خب الان میخوام دیگه از این حالت این لاین استفاده نکنم، خب از حالت چی استفاده کنم؟ مثلا اکسترنال ازش استفاده کنم. میام تو صفحه خودم اینطوری می‌نویسم، میگم آقا بیا برو سوس مای اسکریپت دات جی اس رو چیکار کن برام اجرا کن. جا می نوشتیم تو سی اس اس می نوشتیم رینک ریشنش استایشید ریفرنسش رو میدادیم به چیه؟ به سی اس اس مون. دیگه اینجا نگاه کنید سمپل سی اس اس هایی که داشتیم توش استفاده کرد. اینم حالت چی شد؟ اکسترنال جاوا اسکریپت شد. من اجراش کنم اجرا میشه، کد اجرا میشه. چی نوشته بود توی جی اس؟ نوشته پاراگراف چنج. این نوشته اسکریپت سورس مای اسکریپت دات جی اس. بچه چرا مای اسکریپت دات جی اس اجرا نشد؟ مای اجرا نشد. اگه اجرا می شد این پیه باید script is body. نه نه یک نمیذاریم type مساویه. اینجا تو html5 email ده عوض شده سب کن اینه text javascript باید بنویسیم Ctrl S. چرا زیرش نمی کنم؟ کجاشی مشکل داره؟ هم ببخشید من مای فانکشن رو فراخوانی نکردم، قاطی کردم. خب بیا مثلا این مثال بزنم کنترل اس. نگاه کنید اومده الان میگه که یک تایپ باتن گذاشته تو آنکیگی کش گفته برو چی رو فراخوانی کن مای فانکشن رو. این مای فانکشن کجاست تو این قسمته؟ میتونستم تنها هم همین رو بنویسم، اما بنویسم اسکریپت مثلا جی اس اس. نگاه کنید مثلا به این شکل ننویسم که باتن بذارم و نمیدونم چی، اصلا توی این بنویسم بیا چی رو فراخوانی کن این مای فانکشن من رو فراخوانی کن. این پاراگراف آوردش آیدی رو آورد، دقت کنید اپ نه اجراش نکنید، باز اجراش نکنید. تایپ خود مثلا امنیتی نکنه جلوشو بسته بیم بذاره تو چارت چیز ازگاش کنه یه لحظه فکر کنم این از کدوم داریم استفاده میکنیم. ویو سورس همینه، تا همینه میذاریم سیفش کنم
بیام در حالت واقعی ازش کنم. لوکال هاست اسمش سایت من اسمش چی بود؟ احسان سایت اسمش اسمش چی گذاشتم؟ جاوابیس کریپته یک دات html لوکال هاست احسان سایت سایت ما جاوا اس کریپت یک اسمش چیه؟ حتی جا ندید اسمشو چیه؟ نه نه دیگه افتو کنترل سی نه میخوام ببینم سورس هستن توی این میاد یا نه my gsm که آورد my function ایرمان دیمو چرا اجراش نمی کنه؟ من موندم کدو چرا اجرا نمی کنه؟ فقط ببینید خواهد همین بخواهد مسائل امنیتی همه شون چیکار کردن؟ اینو جلوشو بستن نگاه کنید میگم با اینکه اقاوش کن نمیذاره تو ویندوز 10 خواهد مسئله همه جاوا اسکریپت جلوشو چیکار کرده؟ بسته چون ما جاوا اسکریپت که استفاده نمی کنیم اما از چی استفاده می کنیم؟ از جیکوئری استفاده می کنیم جلوشو بسته بذار میام تو فایرفاکس هم اینطوری می کنه یه صف کنیم بچه هم جو سورسش رو نشون داد بذار من یک کاری کنم این سرش یک مقدار کرک بزنیم اینو بیاریم بذاریم تو تگ هید بگیم قبل از این که بیاد اجراش کنترل اس که دیگه بهانه نداشته باشه یس سواره به اجراش نمی کنه سواره نیست باید توی روی چیز نشونتون بدم نمیذاره رو کامپیوتر ویندوز 10 یا بروزر هم نمیذاره یا آنتی ویروس هم نمیذاره یکی از اینا جلوشو داره میگیره اما روی سایت نشونتون بدم نگاه کنید مثلا اومده توی قسمت و تو نگاه کن اینجا تو حالت اکسترنالش خب ببین اینجا میگه اگه ترای ایتو بزنی چی میشه پاراگراف چنج میشه ترای ایتو که میزنم میاد این تابع مای فانکشن چیکار میکنه فراخوانی میکنه این تابع مای فانکشن کجا بود تو اون فایلی که من جداگانه روش نوشتم بزنم وایپ کلیک که میکنم هم گیر نده دیگه واقعا دیگه ببینم گیر بده بزنم یه هسته کنترل بی کنترل اس افتاد نه به کلیده گیر نمیده خوبه این موضوع چیه؟ نگاه کنید الان من گفتم توی مای فانکشنم توی این کده برو دمو رو پیدا کن توش اینو بنویس بعد اومدم گفتم اگر این کلید کلیک کنی برو تابع چی رو فراخوانی کن مای فانکشن بعد این مای فانکشن رو میزنی فراخوانی میکنه میاد از اینجا این فانکشن فراخوانی میشه این میخواد سه تا روش استفاده از جاوا اسکریپت رو بهتون یاد بده به صورت کلی تو این قسمت یکی که میتونید دقیقاً تو دیدی باتن چه اتفاقی افتاد نگاه کنید تو این قسمت اولین مدل همینی بود که اینجا استفاده کردیم این مدل چی بود که اومدیم در داخل خود باتنه یک کد جاوا اسکریپت رو نوشتیم ببین دقیقاً خود کد نوشتیم تو خود تگ باتن نوشتیم تو خود تگ این حالت این لاینش بود یه حالتی داشتش که اومدیم نکنید در داخل کد اسکریپت نوشتیم این حالت اینترنالش بود
یا حالتی هم بود که آوردیم یه فایل مثل این جیس درست کردیم، نگاه کن من یه فایل به نام مای جیس درست کردم توش یه تابعی دارم، اومدم گفتم وقتی رو این کلیک میکنم این مای فانکشنه چی بشه؟ فراخوانی بشه. بعد این کد چیکار میکنه؟ این کد میاد این مای جیس منو چیکار میکنه؟ فراخوانی میکنه. میتونید این بروزراتو به این نحوی دور بزنید، بگید اینجا رودش کن، بعد بیایید یه تگ دیگه نگاه کنید، مثلا بگید اسکریپت، مثلا نه فقط اسکریپت رو ببندید، بگید این مای فانکشن رو فقط این شکلی دورش میزنه. یعنی ببینید به صورت معمولی اگه سیمی کارنت هم بذارم آخرش، حتی اگه شما اینا رو هم نداشته باشید نکنید فکر کنم بتونن دورش بزنه. درسته، دیدید پاراگراف چنج توی یکیش رودش کردم، دوباره فراخوانیش کردم، به این شکل هم میتونی ازش استفاده کنید. اون یه جاشو نمیذاشت، دیدید من یه جا هم نوشتم من فراخوانیش کردم نذاشت، اول یه جا رودش کنید بعد چکارش کنید، توی تگ دیگه ازش استفاده کنید ازش کنید. خب بس رسیدیم به کجا؟